عليك يا الجلال معتمدي لمن كنت غالباً،, غالبا یکی از بزرگترین مواردی که باعث میشه ما در خیلی از گناهان واقع شویم و نفهمیم که اینا گناهان هستن امیست که ما خیلی از وقتا ذهن ما در مورد قضاوت کردن دیگران مشغول است یکی از بزرگترین ابزارهایی که یکی از بزرگترین ابزارهایی که شیطان انسان را با استفاده از این ابزار در امور حرام واقع میکنه امیش که ما غالبا غالبا در مجالس ما در ذهن خود ما مشغول مشغول قضاوت کردن در مورد دیگران هستیم در حالی که هیچ ضرورت شرعی وجود نداره هیچ ذرات شرعی وجود نداره خب ما بازم قضاوت میکنیم فلانی نفر دو کار کرده خویی از کجا شده فلانی تو کار کرده تو واسه برای خدا چی ضرورت برامی وجود داره چی ضرورت داری که تو بیای یا در مجلس یا در مثلا ذهنت بیای یه قضاوت منفی بکنی این گپ از لحاظ شرعی انسان گاه وقتا در کارهای بسیار حرام دیگه واقع میکنه یک مسئله ضرورت هم نداره گپ از یک نفر بلند میشه که فرمیاد ده تا دونه 20 مثلا غیبت از میکنه چرا والا خوب است که ما مردم باز از این بیم بتون که متوجه باشه که تو کار نکنه از به خاطر چی به خاطر که باز فلانی کار واقع از برای خدا تو خودت این کار رو کمی حالا تو کردی کار حرام است تو میخوای تو وانمود بکنی که من این کار حرام که واقع شدم به خاطر ازی هست که را از حرام حفظ بکنم تو چرا خودت نجات نمیتی؟ جدا باشین خیلی از مردما خودش یک کار حرام میکنی وقتی که برش میگی چرا یک کار میکنی به خاطر که دیگران هم بایسلا متوجه نکته باشیم که یعنی باشی او از کار حرام حفظ شو، و قو انفاس کم اول خود نجات بتید اول در چورت خود باش بعد از او در مورد کار خیر بکن و هم وقتی تو تلاش میکنی که دیگران از امور حرام حفظ بکنی این ای کار تو خودش آیا به این قیمت انجام بگیره که خود به کار حرام شوی؟ هرگز به این حالت نیستن پس ما اول اول وقتی که ما ذهنا قضاوت میکنیم در تعامل خود با امی روحیه قضاوت کردن منفی در مورد دیگرا را ذهن خود کاملا بکشیم اصلا می باید به شما باشه این واقعا از این ذهن خود بکشه میگه گاهی وقت از ذهن شما میگذره در مورد فلانی کی تو شده فلانی تو شده فلانی شده ذهنیت را از ذهنتون دور بکنین هیچ ضرورت نداره ده میگه و بله این که گاه وقتا یک ضرورت مشخص شرعی میشه یک نفر زوابت شرعی گپ بفهمه به عنوان مثال این یه ای ضررت شری. است علما وقتی در مورد جرح تعدیل بحث میکنن راوی های حدیث را وقتی ارجابی میکنن اصل میگن امیس که جرح, جرح کردن یک, یک نفر حرام است اصل همیست که جرح کردن یک نفر چی هست؟ حرام هست آل این نفر در سلسله روایات حدیث قرار گرفته ما در یک اولویت مهمتر قرار داریم که او شناخت حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کنیم اگر این نفر را جرح نکنیم این حدیث که حدیث صحیح نیست نه پیش مردم به عنوان چی میه؟ به عنوان حدیث صحیح میه چی بکنیم؟ در اینجا ضرورت شرعی ایجاد میشه ضرورت شرعی ایجاد میشه که یک نفر با رعایت ضوابط شرعی در مورد این نفر با کلمات بسیار کوتاه به اصطلاح او را بکنه خیلی خیلی جالب است مثلا بعضی از علما بسیار کلمات جالب میگن یک نفری که بسیار بدم بوده بسیار بد بوده از, یک... از یکی از علما جهزدی در موردش پرسیده میشه که فلانی راوی حدیث چیست میگه فیه فقط در مورد از او ضعف وجود دارد. حالا ببینین او بر اساس یک ضرورت و بر اساس یک ضابطه شرعی به خاطر ادای یک واجب شرعی میایم میخوای یک نفر جرح بکنه فقط برش میگه فی ضعف ما شما چی میکنیم بدون ضابطه شرعی بدون ضرورت شرعی در مورد یک نفر که از ما کس میپرسه ده بدی اگر داره 50 تا بدی دیگر سرش میگیم و با گاه وقتا میکنیم با با ورا ما استدلال میکنیم به عمل کردی کی به عمل کردی و رمای جرح و تعدیل دیدا باشین تو بشاره تو چرا اون نفر بعد میگی حالا ببینین ضرورت است ضرورت است ما مردم را از این که متوجه این؟ نباشه از خدا چی ضرورتی وجود داره و باز فرض بکنیم ضرورت بود آیا اموز ضوابط شرعی را که در جرح و تعدیل علما وضع کردن تو روایت کردی خیلی از وقتا معیار قضاوت های ما در مورد دیگرها گمان ما هست معیار قضاوت های ما در مورد دیگرها چی هست گمان ما هست یا هم تحلیل غلطی که ما داریم از قضیه تحلیل ما از یک قضیه چی هست غلط است اینم تحلیل غلط خود را معیار قرار بر برای قضاوت کردن در مورد دیگرا و اینم حسادت ها تکبر ها خودپسندی ها و غرور هایی که در نفس ما هست به این قالب چی کنه؟ تبارز پیدا میکنه و باز ما هم گمان کنیم که اینم کار ما کار خیر است و کار شرعی است و مستحق ثواب هم می فاز بقرب